قدرت هوش خلاق، نویسنده تونی بوزان، مترجم پروانه قدس، ویراستار زهره زاهدی. فهرست نقشه های ذهن. خلاصه نقشه ذهن فصل اول شامل شاخه های اصلی نشان دهنده کلمات کلیدی و تصاویری مربوط به ایده های اصلی گنجانده شده در این کتاب. خلاصه نقشه ذهن فصل دوم که تصویر اصلی آن بر قسمت چپ و راست مغز تاکید دارد، شاخه های اصلی ویژگی های دونیم‌کره را نشان می دهد که به وسیله آنها قادر خواهید بود از این دانش برای پربار کردن زندگیتان استفاده کنید. خلاصه نقشه ذهن فصل سوم، این نقشه ذهنی در قالب یک نقشه ذهنی منحصراً به توضیح این شیوه می پردازد و بیان می کند که چرا استفاده از این روش نسبت به یادداشت برداری های سنتی بهتر است و همچنین راه های متعددی را نشان می دهد که برای بهبود مهارت های فکری و عضلات ذهن شما مفید است. خلاصه نقشه ذهن فصل پنجم، این نقشه ذهنی مهارت های طبیعی ذوق موسیقی شما را به طور خلاصه بیان می کند. در این فصل شیوه موسیقیدانان بزرگ و چندین روش اساسی برای اینکه بتوانید ذوق موسیقی هوش خلاقتان را پرورش دهید مورد بررسی قرار می گیرد. خلاصه نقشه ذهن فصل ششم، این نقشه ذهنی متفکران بزرگی را به شما معرفی می کند و شامل اطلاعات بیشتری درباره دونیم‌کره مغز، گنجیابی ذهن و راه‌های بسیار است که از طریق آنها می توانید قدرت بازدهی خود را افزایش دهید. خلاصه نقشه ذهن فصل هفتم، این نقشه ذهنی خلاصه ای از سه راهکار اصلی است که با آنها می توانید انعطاف پذیری خلاق و نوآوری خود را افزایش دهید و مختصراً به شرح تمریناتی خواهد پرداخت که از طریقشان می توانید در این زمینه قوی شوید. خلاصه نقشه ذهن فصل هشتم، این فصل شما را با قدرت اعجاب آور مغزتان آشنا می کند. این نقشه ذهنی به مقایسه ذهن شما و جهان می پردازد و بازی ها و ترفند هایی را نشان می دهد که با اجرای آنها می توانید قدرت ارتباط دهی مغزتان را افزایش دهید. خلاصه نقشه ذهن فصل دهم، این نقشه نقشه‌ای مفرح است که خلاقیت و زندگی را از دریچه چشم و ذهن یک کودک که قریحه خلاقش در اوج خود قرار دارد نگاه می کند و هر کدام از انشابات یکی از ویژگی های اصلی قریحه خلاقی یک کودک را به طور خلاصه بیان می کند. مقدمه، آغاز سفر خلاقیت. فصل اول، انجام می دهید، انجام داده اید، هستید، خواهید کرد. فکر می کنید تا چه حد خلاق هستید؟ برای اینکه از خلاقیت خود که شاید شگفت‌انگیز هم باشد آگاه شوید، به پرسش های زیر به دقت توجه کنید و به آنها پاسخ بله یا خیر بدهید. 1. آیا خیال‌باف هستید؟ 2. آیا می توانید یک فهرست غذا تهیه کنید و برای خود، خانواده و دوستانتان آشپزی کنید؟ 3. آیا هنگام خرید لباس، رنگ، نوع پارچه و سایر ملزومات را طوری هماهنگ می کنید که سبک منحصر به فرد خودتان را خلق کنید؟ 4. آیا انواع مختلف موسیقی را دوست دارید؟ 5. آیا از لحظه های مشخص زندگیتان مثل گذراندن اوقات خاص با دوستان، لحظه های بزرگ ورزشی، تعطیلات عالی یا هر واقعه و پیروزی مهم در زندگی با لذت یاد می کنید؟
6. آیا در دوران کودکی زیاد سوال می کردید؟ 7. آیا هنوز هم زیاد سوال می کنید؟ 8. آیا از پیچیدگی یا زیبایی اشیا به حیرت می افتید و آرزو می کنید که کاش می توانستید از طریق کارش، اینکه چطور ساخته شده است، به چه درد می خورد و چرا وارد زندگی شما شده است، سر در آورید؟ 9. آیا در زمینه مسائل جنسی خیال پردازی می کنید؟ 10. آیا روزنامه، مجله یا کتابی در خانه دارید که به خودتان قول داده باشید آن را بخوانید اما هنوز نتوانسته باشید برای این کار وقت بگذارید؟ 11. آیا کارهای دیگری در زندگیتان وجود دارد که به خودتان قول داده باشید آنها را انجام دهید یا به سرانجام برسانید ولی هنوز طرفش هم نرفته باشید؟ 12. آیا دیدن یک اجرای فوق‌العاده در زمینه موسیقی، ورزش، بازیگری یا سایر امور هنری شما را برانگیخته و هیجان زده می کند؟ آیا من اگر می توانستم یک عصای جادو را حرکت دهم و ناگهان تغییرات زیر را به وجود آورم؟ مثل این تغییرات به شما صدایی مثل خواننده مورد علاقه تان می دادم و شما می توانستید جوری که دلتان می خواهد آواز بخوانید و مایه شادی و حیرت دیگران شوید؟ از شما هنرمندی چیره دست می ساختم که می توانست شخصیت های کارتونی خلق کند و به آنها جان ببخشد، مناظر و چهره ها را به تصویر بکشد و چنان مجسمه هایی به وجود آورد که میکلانج‌آن هم انگوش به دهن بماند، داستان سرا و طنز نویسی تبدیل می شدید که داستانهایش آدم را مسحور می کرد و شوخیهایش آدم را از خنده روده بر می کرد. آیا به این سوالات می گفتید بله یا خیر؟ 14. آیا احساس می کنید که زنده اید؟ اگر به بیشتر از نصف این سوالات پاسخ مثبت داده باشید، می توان شما را یک انسان خلاق توصیف کرد. چنانچه به سفر خود در قدرت هوش خلاق ادامه دهید، خواهید دید که چطور خلاق بودن رازش را بر شما آشکار خواهد کرد. اما برای روشن شدن موضوع، بیایید نگاه دیگری به یکی دو سال که ممکن است قدری عجیب به نظر رسیده باشد بیاندازید. آیا روزنامه، مجله یا کتابی در خانه دارید که به خودتان قول داده باشید آن را بخوانید اما هنوز نتوانسته باشید برای این کار وقتی پیدا کنید؟ بیش از 95% مردم به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند. شاید اینطور تصور شود که این بدان معناست که آنها صرفاً از زیرکار در روهای خوبی هستند. بله هستند، اما خیلی هم خلاق هستند. درباره‌اش فکر کنید. هر روز، هفته ها، ماه ها و سال ها مغز آنها در حال خلق کردن عذر و بهانه عجیب و غریب برای تفره رفتن از مطالعه است. این موضوع به معنای این نیست که خلاقیت آنها در جهت انجام شدن یک کار صرف می شود، بلکه نشان دهنده یک خلاقیت فوق‌العاده نهفته و منبع قدرت نامحدودی است که گاهی اوقات می تواند در تمام طول زندگی ادامه یابد. مطلب فوق ما را به این سوال می رساند. آیا احساس می کنید زنده هستید؟ ممکن است تا حدودی بدیهی به نظر برسد، اما این سوال یک حقیقت عمیق و پرمعنی را در خود نهفته دارد. هر روز که از زندگی شما می گذرد، اگر آن روز جان سالم به در ببرید، مغز شگفت‌انگیزتان هزاران فکر و حرکت را به ثمر می رساند و راه حلی برای مسائل ارائه می کند و اگر چنین نباشد، یعنی زندگی شما روی کره خاکی پایان یافته است. همین واقعیت که زنده هستید خود نشان دهنده این است که سرشار از خلاقیت هستید.
رشد و رهایی هوش خلاقی عظیمی که در اختیار دارید بهانه است برای اینکه بفهمید چطور می توان آن را پرورش داد. این کتاب کوچک راهش را به شما نشان خواهد داد. هوش خلاق چیست؟ هوش خلاقی شما در کنار آمدن با ایده های نو و حل مشکلات به شیوهی مبتکرانه است و این امکان را برای شما فراهم می آورد که در اندیشه و رفتار و بازدهتان یک سر و گردن از دیگران بالاتر باشید. این هوش چندین معیار دارد که همگی آموختنی و قابل پرورشند تا شما بتوانید خلاقیتتان را افزایش دهید. قدرت هوش خلاق هر کدام از این عوامل را به نوبت معرفی می کند و نشان می دهد که چگونه می توانید آنها را وسعت دهید و بهبود بخشید. این معیارها عبارتند از نیمکره چپ و راست مغز. می توان از قابلیت های گوناگون نیمکره چپ و راست مغز در تلفیق با یکدیگر استفاده کرد. یادداشت برداری یا طراحی یک نقشه ذهنی. توانایی قابل رویت کردن افکار با بیرون کشیدن آنها از ذهن و روی کاغذ آوردنشان با این هدف که بتوان آنها را با دقت بیشتری بررسی کرد. سهولت، روان بودن. این قابلیت در واقع همان سرعت به وجود آمدن ایده های نو در ذهن شما و میزان بازدهی خلاقی شماست. انعطاف پذیری، توانایی شما در خلق ایده های متفاوت و تغییر جهت از یک روش به روش های دیگر با استفاده از راهبردهای متنوع و غنی چیزی است که به آن میگویند انعطاف پذیری در خلاقیت. انعطاف پذیری توانایی دیدن اشیاء از زوایای گوناگون، بررسی موضوعات از نقطه نظرهای متفاوت، در هم ریختن مفاهیم قدیمی و به وجود آوردن روشهای بدی و کنار گذاشتن پیش‌فرض‌هاست. انعطاف پذیری به شما این توان را می‌بخشد که هنگام خلق ایده های نو تمام حسهایتان را به کار بگیرید. نوآوری اساس هوش و تفکر خلاق است و توانایی شما را در به وجود آوردن عقایدی نشان می دهد که منحصر به خود شماست. عقایدی استثنایی بی نظیر و نامتعارف. بست ایده ها. یک متفکر خلاق روی ایده اصلی خود وقت می‌گذارد و آن را از جهات مختلف می‌پروراند، متحول می‌کند، بست می‌دهد و شاخ و برگ می‌دهد و به طور کلی آن ایده بکر اولیه را تشریح می‌کند. ربط دادن. یک متفکر خلاق از این موضوع که ذهن انسان یک ماشین ربط دهنده عظیم است استفاده می‌کند. متفکران خلاق با داشتن کمی دانش حسی در مورد اینکه ماشین ربط دهنده ذهنی چطور کار می کند به راه حل های نامحدودی برای بهبود بخشیدن به جنبه های مختلف خلاقیت دست می یابند. البته شما با مطالعه این کتاب به دانش دقیق و واضحی در این رابطه دست خواهید یافت. نگاهی کلی به قدرت هوش خلاق. قدرت هوش خلاق به گونه‌ای طراحی شده که در طول سفری بزرگ در پهنه خلاقیت به شما نشان دهد که چطور می توانید قدرت خلاقی خود را در هر مرحله از این سفر افزایش دهید و وسعت بخشید. فصل‌های بعدی این کتاب شامل نمونه‌های کوتاه تاریخی و داستان‌های افرادی است که هر کدام نمونه‌ای هستند برای ویژگی‌هایی که بدان اشاره شده است. به علاوه در هر فصل یک سری تمرینات خلاقه در نظر گرفته شده است که شما می‌توانید
خودتان را از طریق این تمرینات که برای وزیده‌تر شدن است بیازمایید. هر یک از این تمرینات به منظور تأثیر گذاشتن روی کارایی قسمت ویژه‌ای از هوش خلاق شما طراحی شده اند و همانطور که آن مهارت ویژه را پرورش می‌دهند، همزمان توان ذهنی سایر قسمت‌های هوش خلاق شما را هم بالا می‌برند. البته به خاطر این موضوع باید از نحوه کارکرد مغز به عنوان یک دستگاه بی‌نهایت گسترش پذیر و یک ربط دهنده دارای واکنش سپاسگزار بود. در این فصل‌ها همچنین شرح داده می‌شود که چگونه می‌توانید از نقشه ذهن برای توسعه هوش خلاق بهره ببرید. مثال‌هایی برای این ابزار تفکر نامحدود که من تمام عمرم را صرف تدوین آنها کردم. همچنین تعداد زیادی نقشه و طرح وجود دارد که شما امکان می‌دهد از آنها برای رشد خلاقیتتان استفاده کنید. در این قسمت به مرور کلی بقیه قسمت‌های کتاب می‌پردازیم. فصل دوم، استفاده از قسمت‌های جادویی چپ و راست مغزتان. در این فصل به اتفاق می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به تحقیقاتی که در 50 سال گذشته درباره جنبه مسحور کننده خلاقیت انجام شده است. شما دیدگاه جدیدی در مورد جنبه‌های اسرارآمیز هوش خلاق پیدا خواهید کرد و یاد خواهید گرفت که چطور می توانید از این دیدگاه برای ایجاد پیشرفتی چشمگیر در فکر خلاق خود استفاده کنید. فصل سوم، خلاقیت نامحدود، به تصویر کشیدن ذهن از طریق یک نقشه ذهنی. این فصل شما را با نقشه ذهن که شیوه‌ای است برای تفکر پایان ناپذیر خلاق آشنا می کند. من به شما نشان خواهم داد چطور در استفاده از چیزی که به آن چاقوی ارتش سوئیس برای مغز می‌گویند استاد بشوید. فصل چهارم، شما هنرمند خلاق. چه کسی می‌گوید شما نمی‌توانید نقاشی کنید؟ معلوم است که می‌توانید. در اینجا هم دلیل اینکه چرا بیش از 99% مردم فکر می‌کنند نمی‌توانند نقاشی کنند و اینکه چرا در اشتباه هستند رو تشریح خواهم کرد و سپس دو استاد بزرگ نقاشی، لئوناردو داوینچی و میکلانژ رو برای شما مثال خواهم زد. هر دوی آنها از یک روش ساده و خلاقانه استفاده می‌کردند. شما هم می‌توانید این روش رو برای کشف هنرمند درونتان به کار گیرید. همچنین کشف خواهید کرد که تا کنون در زندگیتان میلیون‌ها شاهکار هنری خلق کردید بدون اینکه از آن آگاهی داشته باشید. فصل پنجم، شما موسیقیدان خلاق. در موسیقی هم مثل هر هنر دیگر بیش از 95% مردم فکر می‌کنند که استعداد ندارند و نمی‌توانند مثلا خوب آواز بخوانند، در حالی که چنین چیزی حقیقت ندارد. در این فصل توضیح خواهم داد که اصولاً چرا این باورها وجود دارد و شما چطور می‌توانید بر آنها غلبه کنید و موسیقیدانی را که در درونتان پنهان شده است رها کنید. شما کشف خواهید کرد که در بیشتر دوران زندگیتان چقدر خوب آواز می‌خواندید و خواهید فهمید که که دستهای دلگرم کننده ای را می توانید از پرندگان بیاموزید. فصل ششم، بازدهی خلاق، قدرت ظرفیت و سرعت. بازدهی خلاق ذهن شما یعنی میزان و سهولت ارائه ایده های نو در مهلتی تعیین شده. عامل اصلی در هوش خلاق است. در این فصل به شما نشان خواهیم داد که چطور می توانید با ذهنتان از روش هایی که نوابغ بزرگ خلاقیت به کار می گرفتند استفاده کنید و آن را در ذهنتان افزایش دهید. فصل هفتم، نوآوری و انعطاف‌پذیری خلاق.
دلیل عمده این که آدم ها در جستجوی خود برای خلاقیت پیشرفتی ندارند این است که آموختند فقط با یک شیوه ابتدایی فکر کنند. دلیل بی‌علاقگی مردم به دنبال کردن خلاقیتشان همین است. این موضوع باعث شده است که آنها در گودالی گرفتار شوند و حتی قادر نباشند در درونشان جستجو کنند. در این فصل روش‌های زیادی برای طرز دیگر دیدن به شما نشان خواهیم داد. روش‌هایی برای پرداختن به موضوعات از زوایای گوناگون و نقطه نظرات متفاوت. تکنیک‌هایی که نوابغ بزرگ خلاق از آنها برای راه‌اندازی ایده‌هایشان که جهان را متحول کرده استفاده کردند. آیا شنیده اید که هر از چند گاهی مردم درباره یکی از نوابغ می‌گویند که خود خودش است، بی نظیر، بی همتاست، غیر قابل قیاس است؟ این ویژگی منحصر به فرد بودن پایه و اساس تفکر خلاق است. من به شما ثابت خواهم کرد که بیش از آنچه که فکر می کنید منحصر به فرد هستید و به شما نشان خواهم داد که چطور نوآوری را در خود پرورش دهید، طوری که هم مایه بخت خودتان بشود و هم دوستانتان. فصل هشتم. مغز شما ماشین تداعی کننده نهایی تفکر درخشان و توسعه یافته. هوش خلاق شما به تواناییتان در برقراری ارتباط میان تعداد زیادی فکر و ایده متفاوت بستگی دارد. یک فرد معمولی به مراتب کمتر از آن حدی که امکان پذیر است از قدرت تداعی استفاده می کند. در این فصل من شما را از طریق بازی تداعی راهنمایی می کنم و همینطور بیشتر و بیشتر به شیوه های جدی برای پروراندن قدرت تداعی دست می یابید و به نتیجه‌ای حیرت انگیز درباره توانایی مغزتان برای ایجاد ارتباط می رسید. فصل نهم. شما و شکسپیر هر دو شاعر. برای بیشتر مردم شعر گفتن هم مانند نقاشی کردن و ساختن موسیقی یک هنر خاص و موهبتی گرانبهاست که فقط به افراد با استعداد انگشت شماری داده شده است. این یک باور رمانتیک و در این حال غلط است. شما هم شاعر هستید. در این فصل می‌خواهم شما را راهنمایی کنم تا به طبع شاعرانه‌تان رجوع کنید و نشان دهم که چطور می توانید از تمام درس هایی که تا به حال در این کتاب فرا گرفته اید استفاده کنید و شعرهای خودتان را بسرایید. فصل دهم. شوخی بود. چرا کودکان بهتر و سریع‌تر از دیگران یاد می گیرند؟ چرا تصور می شود که کودکان خلاق‌تر از بزرگسالانند؟ چرا بعضی از هنرمندان بزرگ مانند پیکاسو تلاش می کنند خلاقیت دوران کودکی خود را بازیابند؟ در این فصل می خواهم به همه این سوالات پاسخ دهم و به شما نشان دهم که چطور می توانید به آن کودک و نابغه خلاقی که در درونتان وجود دارد دوباره دست یابید. در سراسر این کتاب شما یک سرمشق ویژه خواهید داشت. لئوناردو داوینچی که به عنوان بزرگترین نابغه خلاقیت در هزاره اخیر شناخته شده است. فصل دوم. استفاده از قسمت‌های جادویی چپ و راست مغزتان. در این فصل شما جدیدترین اطلاعات مربوط به قسمت‌های چپ و راست مغز داده می شود و متوجه خواهید شد که چطور می توانید با ترکیب کردن این دو قسمت با هم به طور چشمگیری قدرت خلاقیتتان را افزایش دهید. اکنون می خواهیم به اتفاق نگاهی داشته باشیم به تحقیقاتی که در 50 سال گذشته در این زمینه انجام شده است. سفر ما با رفتن به آزمایشگاه پروفسور راجر اسپری در کالیفرنیا آغاز می شود. سپس به شرح تحقیقی در سال 1981
جایزه نوبل را برای او در مقام آورد می‌پردازیم و به شکل خوشایند از قدرت‌های خلاقه پنهانی که منتظرند تا توسط شما کشف شوند آگاه می‌شویم. در سال‌های بین 1950 تا 1960 پروفسور اسپری در حال بررسی عملکرد امواج مغز بود. پروفسور اسپری و همکارانش برای کاوش در فعالیت‌های ذهنی و تأثیرات آنها بر امواج مغز از داوطلبان خواستند که فعالیت‌های ذهنی مختلفی را انجام دهند. از جمله جمع و تفریق اعداد در ذهنشان، شعر خواندن، از حفظ خواندن سطور، بی هدف خطاطی کردن کاغذ، نگاه کردن به رنگ‌های مختلف، رسم مکعب، تجزیه و تحلیل مسائل منطقی و خیال پردازی. پروفسور اسپری پیش بینی کرده بود که آنها فعالیت‌های مختلف امواج مغزی متفاوت خواهند داشت. حق با او بود. آن چیزی که او پیش بینی نکرده بود و بعداً کشف شد و روش فکر کردن ما را برای همیشه تغییر داد، در مورد استعدادهای بالقوه مغز انسان و توانایی تفکر خلاقی او بود. آن حقیقت باور نکردنی این بود که در شرایط عادی مغز به وضوح فعالیتش را میان نیمکره چپ قشر خارجی چپ و نیمکره راست قشر خارجی راست تقسیم می کند. این تحقیق در بین مردم به تحقیق سمت چپ و راست مغز مشهور شد. تقسیمات اصلی عملکرد مغز به قرار زیر بود. قسمت راست رید، آگاهی فضایی، بود، تخیل، خیال بافی، رنگ، آگاهی کلی. قسمت چپ کلمات، منطق، اعداد، توالی، خطی بودن، تحلیل، فهرست ها. پروفسور اسپری همچنین دریافت که وقتی قسمت راست مغز فعال است، قسمت چپ مغز در حال استراحت نسبی یا در حالت مکاشفه قرار دارد. همچنین وقتی قسمت چپ مغز فعال است، قسمت راست مغز بسیار آرامتر و راحتتر است. به علاوه این مسئله یک واقعیت عجیب را روشن می کند، مثل یک نور امید. مغزهایی که این آزمایش روی آن انجام شده بود نشان می دادند که از تمام مهارت‌های مغزی به شکل صحیح برخوردارند. به عبارت دیگر در مبنای جسمانی، فیزیولوژیکی و نهفته ابتدایی همگی از مقدار زیادی هوش، قدرت تفکر و خلاقیت برخوردار بودند که به وضوح فقط در یک قسمت از مغز استفاده می شود. در دهه 1970 این نتایج باعث شد پیشرفت سریعتری در تحقیقات و ارزیابی ماهیت بالقوه به کار گرفته نشده به وجود آید. بخش ساده از این تحقیقات که خود من هم شخصا در آن حضور داشتم، بررسی نحوه تفکر مردم درباره توانایی‌هایشان و مقایسه این توانایی‌ها یا ناتوانی‌های کشف شده با قابلیت‌های واقعی امواج مغزیشان بود. خودآزمایی زیر به شما کمک می‌کند که خودتان را بیازمایید. با بله یا خیر جواب دهید. خودآزمایی قسمت چپ و راست مغز. آیا عملاً و بیشتر از لحاظ ژنتیکی برایتان غیر ممکن است که بتوانید با سرعت و دقت نسبت بین دو چیز را محاسبه کنید؟ مثلا نسبت سود سرمایه‌ای که در حال حاضر دارید یا نسبت مساحت باغچه تان به کل مساحت خانه و باغچه؟ آیا به نظر شما غیر ممکن است که از شخصی تصویری بکشید که شبیه او باشد یا مناظر را با رعایت اندازه های اصلی به صورت سه‌بعدی نقاشی کنید، تاریخچه هنر را بفهمید و به صورت ذهنی یا واقعی مجسمه سازی کنید؟ به نظرتان غیر ممکن است که شما هم بتوانید آهنگ بسازید یا آثار آهنگسازان کلاسیک را با
با خواندن چند نوت از کارهایشان تشخیص دهید، با یک موسیقی شروع به رقصیدن کنید، با یک ترانه درست همانطور که هست آن را بخوانید. خوب است بدانید که بیش از 90% از افرادی که با این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند مطمئن بودند که از لحاظ ژنتیکی ناتوان هستند و نمی توانند در این سه زمینه اعداد، هنر و موسیقی مهارتی داشته باشند. حتما خوشحال و دلگرم خواهید شد که بدانید آنها همگی اشتباه می کردند. نتیجه تحقیقات این بود که وقتی افراد توسط معلمان خوب آموزش می دیدند، ناگهان در همه مهارت‌هایی که قبلاً فکر می کردند در آنها ضعیف هستند، قوی می شدند. این مطلب بسیار شبیه وضعیت چند ماهیچه ضعیف است که به خودی خود ضعیف نیستند، بلکه به این خاطر ضعیف شدند که مدت‌ها از آنها استفاده نشده است. اما همه مطلب این نبود. نکته حیرت انگیز دیگری که خیلی زود کشف شد این بود که هر کسی می تواند این عضلات را که قبلا ضعیف بودند تقویت کند. به موازات این عضلات جدید ذهنی، عضلات دیگر هم عملکرد خود را بهبود می بخشند. بنابراین مثلا افرادی که قبلا در تخیل و هنر ضعیف بودند، وقتی در آن زمینه آموزش می دیدند، به ناگهان از نظر مکالمه و استفاده از کلمات و استفاده ماهرانه از اعداد هم قوی تر می شدند و به طور کلی خلاقیت بیشتری نسبت به قبل پیدا می کردند. به همین ترتیب وقتی کسانی که در زمینه بکارگیری اعداد ضعیف بودند آموزش می دیدند که چطور آن را تقویت کنند، این پیشرفت روی قوه تخیل و استعداد موسیقی آنان هم تأثیر می گذاشت. واقعیت این بود که قسمت چپ و راست مغز در حال همکاری و تبادل اطلاعات با یکدیگر بودند. قسمت چپ مغز اطلاعات را دریافت می کند و آنها را به قسمت راست می فرستد. قسمت راست مغز آن اطلاعات را به شیوه خودش پردازش می کند و مجدداً آن را به قسمت چپ مغز برمی گرداند و این کار همچنان ادامه می یابد. در این فرایند و نیمکره مغز با همکاری یکدیگر اطلاعات را سازماندهی می کنند و با ترکیب عناصر مختلف هوش و قدرت خلاقه را افزایش می دهند. در اوایل دهه 1980 الگوی قسمت‌های چپ و راست مغز در سراسر جهان شناخته شد و در رابطه با این کشف فوق‌العاده کتاب‌های زیادی به چاپ رسید. پس از آن بود که مشکلات خودشان را نشان دادند. مسئله شماره 1. شاید شنیده باشید که عموماً فعالیت‌های سمت چپ مغز را تحت عنوان فعالیت‌های فکری، نظری یا شغلی و فعالیت‌های سمت راست مغز را به همین نسبت تحت عنوان هنری، خلاق و عاطفی تقسیم بندی کرده‌اند. به هر حال اگر این تحقیق درست باشد و اگر هر دو قسمت مغز باعث شوند که هوش و خلاقیتمان را پرورش دهیم، پس باید این طور نتیجه گرفت که نوابغ بزرگ خلاقیت هم باید همین فرایند ذهنی را پشت سر گذاشته و تمام مغزشان را به کار گرفته باشند. اما اگر تقسیم بندی ذکر شده در مورد فعالیت‌های سمت چپ و راست مغز درست باشد، پس اندیشمندان و عالمانی مانند نیوتن، اینشتین صرفاً از سمت چپ مغز و موسیقیدانان و هنرمندانی چون بتهوون و میکلانج صرفاً از سمت راست مغز بهره جستند. به عبارت دیگر آنها به هیچ وجه تمام مغزشان را به کار نگرفتند. بدیهی است که برای روشن شدن این اختلاف نظر به تحقیقات بیشتری نیاز است. من به همراه تعدادی از افراد مشتاق در این زمینه
شروع به جمع‌آوری اطلاعات در مورد نوابغ بزرگ خلاقیت کردیم و آنها را با الگوی چپ و راست مغز تطبیق دادیم. فکر می‌کنید به چه نتیجه رسیدیم؟ ما نتایج زیر را در مورد انشتین سمت چپ مغز به دست آوردیم. شرح حال آلبرت انشتین. او دانش آموز تنبلی بود و خیال پردازی را به دست خواندن ترجیح می داد و بالاخره هم به دلیل بدآموزی از مدرسه اخراج شد. اما به هر حال او لقب بزرگترین نابغه خلاقیت قرن بیستم را به خود اختصاص داده است. در جوانی از جنبه تخیلی ریاضیات و فیزیک الهام می گرفت، به کارهای میکلانج علاقمند بود و آنها را عمیقاً مطالعه می کرد. این علاقه دو جانبه او را بران داشت که قدرت تخیلش را بیشتر به کار بگیرد و شهرتش را با بازی‌های فکری خلاق وسعت بخشد. به این ترتیب که سوالات جالبی طرح می‌کرد و به تصوراتش اجازه می‌داد تا با پاسخ دادن به آنها چالش و هیجان ایجاد کند. انشتین در یکی از مشهورترین بازی‌هایش تصور کرد روی سطح خورشید قرار گرفته است و به همراه اشعه‌ای از خورشید مستقیم از سطح آن دور می‌شود و یا به سرعت نور به انتهای جهان می‌رسد. او وقتی به انتهای سفرش رسید بسیار شگفت‌زده شد، زیرا در نقطه شروع سفرش قرار داشت. اگر بخواهیم منطقی فکر کنیم، این مسئله غیر ممکن است. شما نمی توانید روی یک خط مستقیم ابدی حرکت کنید و در انتهای مسیر درست در همان نقطه ابتدا باشید، در همان نقطه‌ای که حرکتتان را از آنجا آغاز کرده بودید. بنابراین انشتین برای بار دوم سفرش را از قسمت دیگری از سطح خورشید به همراه یک اشعه خیالی دیگر و روی خط مستقیم به سوی انتهای جهان آغاز کرد. بار دیگر او تقریبا نزدیک همان جایی بود که سفرش را از آنجا آغاز کرده بود. کم کم حقیقت بر او آشکار شد. تصوراتش بیش از منطقش حقیقت را برای او روشن ساخته بود. اگر شما روی یک خط مستقیم ابدی حرکت کنید، همیشه به نزدیکی نقطه شروع خود برمیگردید. بنابراین باید حداقل دو دلیل وجود داشته باشد: یا خط در جایی منحنی شده است یا از حد و مرز خاصی برقرار است. به این ترتیب انشتین به یکی از پرمحتواترین نظریه هایش دست یافت. جهان ما جهانی منحنی و محدود است. او تنها به وسیله دانسته های قسمت چپ مغزش به این درک عظیم نرسیده بود، بلکه به وسیله دانش اعداد، کلمات، منطق، تجزیه و تحلیل، تخیل عظیم، آگاهی فضایی و قدرت دیده همه جانبه توانست به این درک عظیم دست پیدا کند. هماهنگی و ارتباط کامل بین هر دو قسمت مغزش باعث شد تا به این درک بی نقص برسد. در واقع آنچه به دست آمد نتیجه بکارگیری یک پارچه تمام مغز بود. در مورد نوابغی که قاعدتاً باید بیشتر از سمت راست مغز خود استفاده کنند نیز برخلاف تصور رایج این نکته صادق است. برای نمونه بگذارید در مورد بتهوون که در گروه راست مغزها قرار می‌گیرد صحبت کنیم. بتهوون بیشتر به خاطر داشتن روحی بیقرار، پرشور و کاوشگر و همچنین اشتیاقی برای رهایی از استبداد و سانسور و نبردی دائمی برای آزادی هنر مشهور بود و عموماً به عنوان یک نابغه سرکش و آزاد شناخته می شد. همه اینها درست است. این با خصوصیات نابغه راست مغز مطابقت دارد.
در حالی که مردم متوجه این مطلب نیستند که در کمال تعجب بتهوون هم مانند دیگر موسیقیدان‌ها یک چپ مغز بوده است. به خصوصیات موسیقی توجه کنید. روی خطهای خاصی نوشته می شود. دارای روند خطی است. از منطق پیروی می کند و بر پایه اعداد است. موسیقی را غالباً به عنوان خالص‌ترین و ناب‌ترین شکل ریاضیات تعریف می کنند و جالب است که بدانید سرگرمی اصلی بیشتر ریاضیدانان بزرگ موسیقی بوده است و برعکس بتهوون همانقدر که از تخیلی بسیار قوی و موزون برخوردار بود موشکاف و دقیق هم بود. او اولین کسی بود که از مترونوم برای موسیقی استفاده کرد. گفته می شود این یک نعمت قراردادی بوده است. این به این معنا بود که دیگر هر موسیقیدان یا رهبر ارکستر می توانست در آینده موسیقی او را دقیقاً با ریتم و ضرب بسیار دقیق بنوازد. بتهوون هم مانند انیشتن هم راست مغز و هم چپ مغز بود و به طور کامل و به شیوه خلاقانه هر دو قسمت مغزش را به کار می گرفت. تحقیقات من در رابطه نوابق بزرگ مشخص کرد که آنها هم از همه مغزشان استفاده می کردند. منظور منطقه کاملی از مهارت‌های مغزی است که در آنجا هر مهارتی تکمیل کننده و حمایت کننده مهارتی دیگر است. این اکتشافات دومین مشکل بزرگ را عیان کرد. متاسفانه این تصورات غلط در دنیای آموزش خیلی دیده می شوند. از آنجایی که ما تصور می کنیم آموزش در قسمت چپ مغز اتفاق می افتد، همه بچه هایی را که پر انرژی خیال باف، پر هیجان و کنجکاوند یا بیش از حد خیال بافی می کنند در گروه بچه های نافرمان، مخرب، ناآرام، کنجه و یا عقب افتاده قرار می دهیم. به جای این ما باید آنها را به عنوان نوابق بالقوه خلاقیت بشناسیم که در حال کشف دامنه توانایی هایشان هستند. به همین ترتیب بسیاری از امور و عملکردها در زمینه تجارت هم در قسمت چپ مغز محصور شدند و در نتیجه نه تنها همیاری حاصل از ترکیب بین قسمت کسب و کار که مربوط به بخش چپ مغز است و تخیل و ابتکار از بین می رود، بلکه تأثیر و سرچشمه این قوا هم به کلی می خوش کرد. در متن این کتاب تصوری جامع از هنرمند وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد که به نظر اکثر مردم هنرمندان انسانهایی آشفته، نامرتب، پریشان، بسیار ضعیف در منطق و حافظه و فاقد مهارت‌های بنیادین و منسجم هستند. متاسفانه میلیون‌ها هنرجو در سراسر جهان تلاش می‌کنند که ورای این دیدگاه موجود در مورد هنرمندان زندگی کنند، اما زندگیشان واقعاً در سطح پایین‌تری قرار دارد. در نتیجه کلمات، اعداد، منطق، نظم و ساختار را کنار می‌گذارند و فقط تصوراتی که از ذهنشان می‌گذرد خلق می‌کنند. فکر کردن با هر دو قسمت مغز در قرن 21. با شروع قرن تفکر ما معتقدیم که مغز خلاق یک مغز کامل است. علاوه بر این می‌دانیم که اعتراف اولیه نسبت به تقسیم بندی‌های اشتباهمان ما را به سوی این آگاهی هدایت می کند که خلاقیت نهفته ما خیلی بزرگتر از آن است که ما تصور می کردیم. با طرح یک سوال و یک مقایسه ساده این مطلب روشن می شود. اگر ما فقط از نصف مهارت‌های مغزمان استفاده می کردیم، چند درصد استعدادمان شکوفا می شد؟ با یک حساب سرانگشتی می توان گفت که فقط 50%.
این نشان می دهد که ما نیمی از استعداد ذهنی من را هدر می دهیم. حتی رقم فوق هم خیلی دست بالاست و این مطلب را یک مثال ساده روشن می کند. اگر من به شما می گفتم که می خواهم تواناییتان را در دویدن اندازه گیری کنم و در وهله اول اجازه می دادم که از 100% قدرت جسمیتان که شامل دست ها و پاها می شود استفاده کنید، بعد سبک دویدن شما را تصویر برداری می کردم و آن را از لحاظ کارایی مکانیکی مورد بررسی قرار می دادم، تصور می کنید چطور عمل می کردید؟ اگر ما نمرات بسیار بالایی می گیریم، اکنون تصور کنید در مرحله دوم با بستن دست ها و پاها در پشت سر اجازه می دادم که فقط از 50% قدرت جسمانیتان استفاده کنید، حالا چه کار می کردید؟ در کمتر از 2 ثانیه پخش زمین می شدید. کارایی کمتر از 0. چرا؟ برای اینکه قسمت های مختلف بدن شما طوری ساخته شدند که باید با هم کار کنند و فعالیت هر قسمت تأثیر بسیار زیادی بر قسمت دیگر دارد. مغز شما هم همینطور است. وقتی شما فقط از نصف مهارت‌های مغزیتان استفاده می‌کنید، میزان خلاقیت شما به اندازه‌ای که باید باشد نیست. ولی وقتی از هر دو قسمت مغزتان استفاده کنید، خلاقیت شما نامحدود خواهد شد. تمرین خلاقیت 1. از کل مهارت‌های مغز برای سنجیدن زندگیتان استفاده کنید. بررسی کنید که به طور معمول چه مقدار از مهارت‌های قسمت چپ مغزتان را به کار می‌گیرید و پرورش می‌دهید. سپس این کار را برای مهارت‌های قسمت راست هم انجام دهید. به آن دسته از توانایی‌های قسمت چپ و راست مغزتان که از آنها غافل مانده اید توجه کنید و طریق درست برای بکارگیری و تربیتشان را در پیش بگیرید. 2. آموزش. اگر فرزندی دارید، تمام مغزتان را درگیر آموزش آنها کنید، اهم از آموزش‌های آموزشگاهی، اجتماعی و زندگی خانوادگی. تلاش کنید به فرزندانتان کمک کنید تا تحصیلات متعالی داشته باشند. شاید به این وسیله به سوی خلاقیت بهتر و زندگی کاملتری هدایت شوند. این اصول را نه تنها در مورد فرزندانتان، بلکه برای یادگیری مداوم در طول عمر خود هم به کار ببرید، به نحوی که شما هم قادر باشید خلاقیت بیشتر و زندگی کاملتری داشته باشید. 3. زنگ تفریح. تعجب آور است اگر بدانید که تفکر مغز کامل ایجاب می کند که اگر می خواهید به طور کامل یک فرد خلاق شوید، باید به طور منظم زنگ تفریح داشته باشید. در این باره فکر کنید. وقتی شما با موجی از تصورات، راه حل‌های مسائل، خیالات و رویاهای فوق‌العاده روبرو می‌شوید، کجا هستید؟ اغلب افراد در پاسخ به چند مورد یا تمام موارد زیر اشاره می‌کنند. در حمام، زیر دوش، در حال قدم زدن در اطراف شهر، قبل از خواب، در خواب، در حال بیدار شدن از خواب، در حال گوش کردن به موسیقی، در حال رانندگی در یک مسیر طولانی، در حال دویدن در فضای باز، در حال شنا کردن، در حال دراز کشیدن در ساحل، در حال بی هدف خط خطی کردن کاغذ. بدن و ذهن شما در چنین لحظاتی در چه وضعیتی است؟ آرام و اغلب تنها. در وقت استراحت هر دو قسمت مغز می توانند
با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و آن وقت است که سرچشمه بیکران خلاقیت شما به ظهور می رسد. اگر برای داشتن زنگ تفریح آگاهانه تصمیم نگیرید، مغزتان به جای شما تصمیم خواهد گرفت. اغلب افراد سخت کوش، البته نه آنهایی که در کارشان زیرکی به خرج می دهند، معتقدند که با گذشت سالها تنششان بیشتر می شود و تمرکزشان از بین می رود. این واقعا خوب است، چون این اصرار و پافشاری قسمت راست مغز آنهاست که می گوید باید به کمی خیال بافی اجازه فعالیت داد تا حالت عدم توازن به توازن تبدیل شود. اگر شما در چنین شرایطی قرار بگیرید و اصرار داشته باشید که فعالیت‌های سمت چپ مغزتان را در زندگی بیشتر به کار بگیرید، مغز شما انواع دیگری از استراحت یا زنگ تفریح را به شما تحمیل می کند. زنگ خطر از دست رفتن تمرکز حواس به صدا در می آید. دچار اختلال در عملکرد می شوید و بدون هیچ دلیل موجهی تندخو می شوید و فیوز می پرانید. و راه علاجتان هم یک چیز بیشتر نیست: استراحت و آرامش. حال این عمل را خودتان به صورت آگاهانه انجام دهید. به مغز و همچنین به خودتان استراحت بدهید. آن وقت است که خلاقیتتان شما را دوست خواهد داشت. 4. به پیاده روی و گردش های طولانی بروید. رومی ها اصطلاحی خاص در این مورد به کار می برند: حلال مشکلات، که تقریبا می توان آن را اینطور معنا کرد: هنگام پیاده روی مشکل را حل کنید. هرچند مطلبی که آنها متوجه شده بودند ربطی به قسمت راست و چپ مغز نداشت، بلکه آنها دریافته بودند که اگر مغزتان را به یک پیاده روی ببرید، مخصوصا در حومه شهر، یک ریتم یک نواخت از حرکت اعضای بدن و آهنگ منظم تپش قلبتان، خون پر از اکسیژن را با قدرت به سمت مغز می فرستد و مناظر زیبایی که چشم و گوش و دیگر حواس شما هنگام پیاده روی از آنها بهره‌مند می شوند، همه و همه در تفکر خلاق و حل مسائل نقش بسزایی دارند. اگر شما مشکلی بزرگ یا وظیفه خاصی دارید که برای انجام دادن آن نیاز به خلاقیت دارید، برای حل مشکلات خود حتما پیاده روی کنید. پیاده روی کنید تا به نتیجه مطلوب برسید. 5. در زندگی روزمره تان خلاق باشید. در محلهای زیر لحظاتی که در طول زندگی روزمره تان فکر می کنید خلاق هستید و لحظاتی که فکر می کنید خلاق نیستید را یادداشت کنید و وقتی آن را تمام کردید فهرستتان را بخوانید. خلاق، غیر خلاق. پاسخ مطلوب به این تمرین این است که باید در تمام جنبه های زندگی روزمره ذاتاً خلاق باشید. این مهارت ها می توانند با بکار بستن وسیع توانایی های قسمت چپ و راست مغز شما تقویت شوند. فعالیت های روزانه زیر را در نظر بگیرید. همه آنها به میزان خلاقیت شما بستگی دارند: آشپزی، دکوراسیون، بازسازی منزل، عکاسی، باغبانی، مسیریابی و نقشه‌خوانی، نجاری، گلارایی، محاسبه بودجه برای مناسبت‌ها و هزینه‌های خاص، روابط، بسته‌بندی هدیه، نوشتن نامه و پیغام، چیدن میز غذا یا میز تحریر، مرتب کردن گلدان‌ها و گیاهان منزل،
مراقبت و تربیت حیوانات دست آموز خانگی، برنامه ریزی برای تعطیلات و مناسبت‌های خاص، برنامه ریزی ملاقات‌ها، بازی کردن فوتبال یا انجام هر ورزش دیگری. هر یک از این فعالیت‌ها می‌توانند جذاب‌تر و خلاق‌تر شوند، مشروط بر اینکه چاشنی توانایی‌های مختلف سمت راست و سمت چپ مغز را هم به آنها اضافه کنیم. در عرصه خلاقیت چیزهای کوچک می توانند ارزش زیادی داشته باشند. جمع آوری صدف ها و تکه چوب هایی که امواج دریا آنها را به ساحل آورده و تزیین منزل با آنها یا به کارگیری آنها در کار خراطی، تهیه لحاف چلتکه با استفاده از تکه های کوچک و پارچه های بلا استفاده، تزیین میز نهارخوری با قرار دادن یک شاخه گل در بشقاب هر نفر، استفاده از گوش ماهی به عنوان نمک پاش یا در هر هفته کشف یک مسیر جدید برای رفتن به محل کار، تمام این کارها که تلاش زیادی هم نمیخواهند می توانند حس خلاقیت بی اندازه‌ای در زندگی شما ایجاد کنند. تعطیلات و جشن‌های مخصوص فصلی فرصت‌های شگفت‌انگیزی برای به ظهور رساندن هوش خلاق شماست. شما می توانید مهمانیتان را با آذین‌بندی منزل و به کمک زیبایی و حوصله‌ای که به چشم بیاید به یک ضیافت خلاق تبدیل کنید. کارت ها و هدایایی را که می خواهید به سایرین تقدیم کنید خودتان بسازید یا یک مهمانی شام برای دوستانتان تدارک ببینید. فرصت برای خلاقیت نامحدود است. 6. مغزهای متفکر. همه نوابغ قهرمانانی در ذهن داشتند که از آنها الهام می گرفتند. اسکندر استادی به نام ارسطو داشت. جولیوس سزار اسکندر کبیر را داشت. در دوره رنسانس نوابغ ایتالیایی الگوهایی از دوران باستان داشتند. کاترین کبیر ملکه روسیه از پیتر کبیر الهام می گرفت. محمد علی کلی سوگاری رابینسون را داشت. نیوتن سقراط را داشت. استیفن ها نیوتن را داشت. به همین ترتیب تمامی خدایان نبوغ برای خود الگویی داشتند. روشی که نوابغ بزرگ از آن استفاده می کردند، گفتگوی خیالی با قهرمانان، مطرح کردن افکارشان برای آنان و الهام گرفتن از ایشان بود. این روش فکری خلاق می تواند برای دنبال کردن اهداف بسیار بزرگ علمی و فرهنگی به کار رود. هر کسی می تواند آن را در زندگی روزمره‌اش نیز به کار برد. من شخصا این روش را در زندگی شخصی خودم بسیار مؤثر و با ارزش یافتم و بیش از 20 سال است که از آن با موفقیت استفاده می کنم. این روش به من اجازه داده است که به طرز خاصی هر جا که با مشکل یا فرصت بزرگی مواجه می شوم یک فرد کاملا خلاق باشم. روشی که من از آن استفاده کرده ام به شرح زیر است. وقتی من با موقعیتی روبرو می شوم که به کمک یک مغز متفکر اعم از قهرمانان زن و مرد احتیاج دارم، بهترین شخص را برای موقعیت پیش آمده انتخاب می کنم. سپس تصور می کنم که این شخص چه پیشنهادی را برای یافتن نتیجه مطلوب از این کار به من ارائه می دهد. من قهرمان خود را به دلیل روش های منحصر به فرد خلاقشان و همچنین به دلیل داشتن انرژی زیاد و به دست آوردن موفقیت های خیره کننده شان انتخاب می کنم و با در نظر گرفتن این نکته که تمام
این ویژگی ها خوراک مناسبی برای من و اندیشه خلاق من هستند. بعضی از نوابغی که معمولاً من از آنها الهام می‌گیرم عبارتند از: لئوناردو داوینچی به خاطر خلاقیت نامحدود و ابتکاراتش، ملکه الیزابت اول به خاطر تواناییش در غلبه بر سختی‌های عجیب و غریب، نرمش فوق‌العاده در کنار عزمی راسخ و سرعت حیرت انگیز یادگیری، بودا به دلیل کاوش عمیق در وجود خودش و همچنین تواناییش در ایستادگی در برابر بالاترین عذابها و محرومیتها، محمد علی کلی به خاطر ابتکار و نوآوری حیرت انگیزش در تمام امور و حمایتش از اقلیتها، یوشیبا بنیانگذار هنر رزمی ژاپن، آیکیدو در این شیوه رزمی ورزشکاران می آموزند که چطور خشونت را به آرامش تبدیل کنند در حالی که همچنان به مبارزهشان ادامه می دهند. شما هم در حالی که این کتاب را مطالعه می کنید 4 یا 5 نفر از بزرگان تاریخ را به عنوان نوابغ شخصی خود انتخاب کنید. اسامی این گروه را با تعدادی از اعضای خانواده یا دوستانتان که قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل و خلاقیت منحصر به فرد شما را تحسین می کنند و آن را محترم می شمارند در میان گذارید و آن را تکمیل کنید. هنگامی که با موقعیت یا مشکل خاصی برخورد کردید، فکر کنید که با یکی از نوابغ فکری خودتان در حال گفتگو هستید و تصور کنید که آنها در این موقعیت چه جوابی به شما خواهند داد یا چه توصیه‌ای به شما خواهند کرد. از نتیجه فوق‌العاده‌ای که به دست می آید متعجب و گاهی حیرت زده خواهید شد. 7. بازی تصویرسازی خلاق را تجربه کنید. روزانه یا هر هفته یکی از بازی‌های تصویرسازی خلاق اینشتین را انجام دهید. دیدیم که اینشتین چطور خودش را به وسیله پرسش‌های جالب توجه سوال پیچ می‌کرد، مانند اینکه سفر تا پایان جهان روی شعاعی از نور آفتاب چطور خواهد بود، یا اینکه اگر با سرعت نور از کسی دور می شدم آیا به چشمش نامرئی می آمدم، یا اینکه آیا نور می شکند؟ اگر چنین چیزی درست بود در این صورت چطور می توانستم بدانم چه چیزهایی که می بینم کجا هستند؟ سپس انجام تصورات را رها می کرد تا به تمام راه‌حل‌های ممکن بیندیشد و اصلا مهم نبود که تصورات تا چه حد باور نکردنی یا عجیب و غریب به نظر برسند. شما هم می توانید سعی کنید در یکی از زمینه‌های مورد علاقه تان این کار را انجام دهید و ببینید چه پاسخهای خلاقانه به وجود خواهد آمد. 8. تأکید روی سمت راست مغز. از آنجایی که محیط مدارس و محلهای کار و محیطهای فرهنگی روی مهارتهای چپ مغز تأکید دارند، بررسی کنید که چطور می توانید مهارتهای قسمت راست مغزتان را با سمت چپ هماهنگ کنید. به 3 روش مختلف برای اضافه کردن تواناییهای قسمت راست مغز به زندگی روزمره و کارهایتان فکر کنید. زندگی شما بسیار لذت بخشتر و البته کارآمدتر خواهد شد. 9. از 2 طرف بدنتان استفاده کنید. با بکار گرفتن هر 2 طرف بدن از هر 2 سوی مغز هم استفاده خواهد شد. تردستی یاد بگیرید یا از دست غیر مسلطتان در فعالیت‌های روزانه مانند شستن موها، مسواک کردن، شماره‌گیری تلفن، هم زدن یک مایع تابه روی اجاق
نوشتن و غیره استفاده کنید. شما همچنین می توانید هنگام غذا خوردن کارد و چنگال را برعکس در دست بگیرید. 10. گفتگوی ذهنی را به صورت یک نقشه ذهنی دیدنی درآورید. نکاتی که یادداشت می کنید روش خاص مغز برای برقراری ارتباط با خودش است. برای مغز شما خیلی آسان تر است که به وسیله یادداشت برداری و نگهداری آنها در فضای بیرون از خودش روی افکار خلاق و مشکلات و خاطراتتان کار کند تا اینکه بخواهد آنها را درون خودش نگه دارد و تحلیل کند. اگر باور ندارید، یک تقسیم طولانی را بدون استفاده از قلم و کاغذ انجام دهید. وقتی نکاتی را یادداشت می‌کنید، سعی کنید از طرف راست مغزتان هم به خوبی قسمت چپ استفاده کنید و با استفاده از رنگ تساوی، طرح‌های فضایی و ریتم‌های قابل رؤیت علاقه خودتان را به این یادداشت برداری‌ها افزایش دهید. این روش یادداشت افکار نقشه ذهن نامیده می‌شود که در فصل بعد به طور کامل آن را شرح خواهیم داد. خلاقیت نامحدود به تصویر کشیدن ذهن از طریق یک نقشه ذهنی. فصل سوم، رها کردن ذهن از زندان فقدان خلاقیت. ممکن است این مطلب را ندانید، اما به احتمال 99% زمانی که به مدرسه رفته اید و تا به الان که مشغول خواندن این سطور هستید، ذهن شما در زندان فقدان خلاقیت زندانی بوده است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ عملکردتان را بررسی کنید تا ببینید. فقط از خودتان بپرسید که مغز شما با چه روشی افکارش را قابل رؤیت می کند. به عبارت دیگر، شما چطور یادداشت برداری می کنید؟ آیا یادداشت های شما مثل این خطوط هستند؟ اگر شما جزو آن گروه 99% جمعیت جهان که ذکر کردن باشید، روش یادداشت برداریتان این طور است. از کلماتی که معمولاً در جملات و عبارات به چشم می‌خورند استفاده می‌کنید. موضوعات را به صورت فهرست می‌نویسید. ممکن است در روش‌های پیشرفته‌تر یادداشت برداری از اعداد و حروف به منظور سازماندهی افکارتان استفاده کنید. ممکن است یادداشت برداری شما از اطلاعاتی که از یک کتاب یا بیانات یک سخنران به دست آمده است به صورت خطی باشد. ممکن است روی خطوط بنویسید یا از مداد یا خودکار آبی، سیاه یا خاکستری استفاده کنید. آیا طریقی که ما در چند سده اخیر برای یادداشت برداری استفاده کرده ای می تواند دلیل موجهی باشد برای اینکه اکثریت ما حس می کنیم آنطور که باید خلاق نیستیم؟ و همچنین آیا می تواند دلیل خوبی باشد بر اینکه چرا دنیا به طور کلی ماهیت خلاقیت را درست درک نمی کند در حالی که از فقدان آن ابراز ناخشنودی می کند؟ اجازه دهید در ادامه بحث این مطلب را بررسی کنیم. در ابتدا اجازه دهید به رنگ‌های آبی، سیاه و خاکستری که معمولاً به وسیله آنها یادداشت برداری می‌کنیم نگاهی بیندازیم. دلیل این کار ما این است که این کار را به ما آموزش دادند. در مدرسه من نه تنها به دانش آموزان یاد می‌دادند که فقط از یک رنگ آبی یا مشکی استفاده کنند، بلکه حتی به آنها یاد می‌دادند که تنها از یک نوع خاص جوهر استفاده کنند و هر کودکی که از این قاعده و قانون سخت سرپیچی می‌کرد، احتمالاً به 25 خط تکلیف اضافه جریمه می‌شد. مغز شما درباره همه این موارد چه احساسی دارد؟
برای مغز شما آبی، سیاه یا خاکستری همه‌اش یک رنگ است، چرا که امواج نوری تمام آن رنگ‌ها که به چشم شما اصابت می‌کنند همه مشابه هم هستند. بنابراین برای مغز شما تنها رنگ آبی، سیاه یا خاکستری یک تک رنگی از اطلاعات است. وقتی که دو مفهوم یک و نواخت را ترکیب می کنیم چه مفهومی به دست می آوریم؟ یک نواخت. اگر چیزی واقعا بدون تغییر باشد آن را یک نواخت می نامیم و به طور عامیانه برای تشریح بعضی از چیزها که یک نواخت هستند از چه کلمه ای استفاده می کنیم؟ کسل کننده. وقتی که مغز شما کسل باشد چه کار می کند؟ اغلب افراد به این سوال به شکل یکی از موارد زیر پاسخ می دهند. توجهش را به چیز دیگری معطوف می کند. منحرف می شود. خاموش می شود. از کار می افتد. خیال بافی می کند. سرگردان می شود. به خواب می رود. بنابراین روش متداولی که برای رهاسازی قدرت باروری ذهن به وجود آمده است در واقع ذهن خلاق را خسته می کند و موجب حواس پرتی و خواب‌آلودگی می شود. این مهم نیست که شما دارای چه ملیتی هستید یا با چه زبانی صحبت می کنید. اگر از زبان انگلیسی، ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی یا روسی استفاده می کنید و می نویسید، خطوط خسته کننده شما از چپ به راست می روند. اگر از زبان عربی یا فارسی استفاده می کنید، بدیهی است که خطوط کسل کننده از راست به چپ می روند. اگر از ماندارین، زبان رسمی چین استفاده می کنید، خطوط خسته کننده از بالا به پایین می روند. مغز شما توجهی به این ندارد که در کدام زاویه 90 درجه به خواب رود. مغز می تواند در تمام زوایا به خواب رود. چرا این اتفاق می افتد؟ به ابزارهایی که مغز شما در حالت عادی برای یادداشت برداری از آنها استفاده می کند بیندیشید. کلمات، فهرست‌ها، خطوط، اعداد، درجات، توالی، حروف که همگی مهارت‌های ذهنی سمت چپ مغز هستند خوب است. در فضای خالی زیر مهارت‌های به کار گرفته شده از قسمت راست مغز را بنویسید. همانطور که می‌بینید فضایی برای شما قرار نداده ایم. زیر جواب هیچ است. نه تصویری، نه کدی، نه رنگی، نه بعدی، نه تصویر کاملی، نه ریتم قابل مشاهده‌ای، نه آگاهی فضایی. به عبارت دیگر روش‌های سنتی یادداشت برداری ما فقط نصف کار را انجام می‌دهند. حالا وقت آن است که ما این کار را کامل کنیم. یک بار دیگر این را امتحان می‌کنیم. واضح است که با استفاده کردن از نصف مهارت‌هایمان مانند آن بنده یک پا و یک دست هستیم که کارایی لازم را ندارد. خطوطی که روی آنها می نویسیم میله های زندانی هستند که خلاقیت شگفت انگیز ما در پشت آن به دام افتاده است. بگذارید ببینم وقتی که اجازه می دهیم مغزمان به وسیله روش فکر کردنی که حقیقتاً با آن سازگار است افکار را قابل رؤیت کند چه اتفاقی می افتد. اکنون دیگر شما می دانید که آن روش یک خط مستقیم نیست. تفکر تابشی و اثبات خلاقیت بالقوه نامحدود شما. مغز شما مانند یک کامپیوتر خطی و متوالی فکر نمی کند، بلکه به گونه تابشی و انفجاری فکر می کند، مانند چیزی که در این شکل نشان داده شده است. برای نشان دادن اینکه فکر تابشی چه کار می کند سعی کنید بازی تفکر خلاق و تابشی زیر را انجام دهید. این بازی فکر شما را در مورد اینکه چطور فکر می کنید برای همیشه تغییر خواهد داد. در زیر شما کلمه تفریح را می بینید که در مرکز
یک دایره قرار گرفته است. 5 شعاع از آن بیرون تابیده و از انتهای هر یک از این شعاع‌ها مانند یک درخت یا دلتای یک رودخانه 5 شاخه دیگر منشعب شده است. بازی از این قرار است بعد از فکر کردن به مفهوم کلمه تفریح روی 5 شعاع مرکزی نخستین 5 کلمه ای را که به ذهنتان می رسد بنویسید. هر کلمه روی یک شعاع فرقی نمی کند کدام یک. هنگامی که این کار را انجام دادید به سمت گروه بعدی انشابات بروید و وقتی به لغتی که روی شاخه اصلی نوشته شده فکر می کنید به سرعت 5 کلمه اولی را که به ذهنتان می رسد بنویسید. دوباره روی هر انشاب یک کلمه. وقتی که همه انشابات پر شد 5 کلمه کلیدی اولیه و همه شاخه‌های منشعب شده از آن را بخوانید. آیا توانستید این تمرین را انجام دهید؟ البته که توانستید. ساده بود. البته که ساده بود. آیا معنی‌دارتر از آن بود که در نگاه اول به نظر می رسید؟ شرط می بندید که بود؟ در بارش فکر کنید. آنچه مغز شما انجام داده کاملا پیچیده است. شما یک مفهوم ساده مثل کلمه تفریح را گرفتید و از آن 5 ایده کلیدی منشعب کردید. بنابراین شما خروجی اولیه خلاقیتتان را در عدد 5 ضرب کرده اید که یک افزایش 500% در خروجی خلاقیت است. در مرحله بعد شما 5 ایده ساخته شده جدید را گرفتید و از هر کدام 5 ایده جدید دیگر ساختید. یک افزایش 5 گانه یا 500% دیگر. شما از یک ایده شروع کردید و در زمان کوتاهی 30 ایده جدید ساختید. حالا از خودتان بپرسید آیا من می توانم 5 کلمه یا ایده دیگر از هر یک از این 25 کلمه که از واژه کلیدی اولیه منشعب شده است بسازم؟ البته که می توانی. 125 ایده دیگر ساخته شد. آیا می توانی 5 تای دیگر به هر کدام از آنها اضافه کنی؟ البته که می توانی. 625 ایده دیگر. به این ترتیب 6250% ایده بیشتر از آنچه که شروع کرده بودید به وجود آمده است. آیا می توانید یک مرحله دیگر هم ادامه دهید و بعدی و باز هم یک مرحله دیگر و همینطور مراحل بعدی؟ البته که می توانید. تا کی می توانید این کار را انجام دهید؟ تا ابد. چند ایده جدید ایجاد می شود؟ به تعداد نامحدود. تبریک میگویم. شما با استفاده از یک تکنیک نقشه ذهن ساده ثابت کردید که خلاقیت بالقوه تان نامحدود است. آنچه در ادامه خواهد آمد از این هم بهتر است. در بازی تفکر خلاق و تابشی شما باز هم عمدتاً از سمت چپ مغزتان استفاده می کردید. فرض کنید قابلیت‌های جادویی قسمت راست مغز هم به ظرفیت تفکر خلاق نامحدود اثبات شده کنونی شما اضافه شود. فرض کنید که به شکل نقشه ذهن اولیه‌تان استفاده از رنگ‌ها، ریتم‌های قابل رؤیت، تصاویر، عکس‌ها، کدها، ابعاد و آرایش فضایی هوشمند را هم اضافه کنید. اگر این کار را بکنید مثل دونده‌ای هستید که از همه اعضای بدنش استفاده می کند و می توانید توانایی هایتان را به صورت تصاعدی چند برابر کنید. با این شیوه قدرت، رنگ و ابعاد بیشتری به آنچه که ما قبلاً به عنوان ظرفیت خلاق نامحدود شما می شناختیم اضافه خواهید کرد. نقشه های ذهنی خلاق. شما قبلاً در بازی تفریح یک نقشه ذهنی ابتدایی به وجود آوردید. ایجاد یک نقشه ذهنی خلاقانه تمام عیار کاری آسان و لذت بخش است. 1.
از وسط یک صفحه خالی کارتان را شروع کنید. چرا؟ به خاطر اینکه مغزتان شاخه‌های تابشی را به هر سو بدواند. به مغزتان شاخه‌های خلاق آزاد بدهید تا بتواند شاخه‌ها را در تمام جهات گسترش دهد. دو، از یک تصویر برای ایده اصلیتان استفاده کنید. چرا؟ برای اینکه یک تصویر به اندازه هزاران کلمه برای قدرت خلاقیت شما ارزش دارد و هم چشمتان را ارضا و هم توجهتان را جلب می کند. 3. در تمام کار از رنگ استفاده کنید. چرا؟ زیرا رنگ ها تفکر خلاق را تحریک و به شما کمک می کنند محدوده تفکر خلاقتان را تشخیص دهید. مرکز بینایی مغزتان را تحریک و دقت و توجه چشمتان را به خود جذب می کند. 4. شاخه های اصلی را به تصویر مرکزی بست کنید و شاخه های به وجود آمده در مراحل دوم و سوم را به شکل های موجود در مراحل اول و دوم ربط دهید. چرا؟ به این دلیل که مغز شما از طریق تداعی کار می کند. فصل 8 را ببینید و اگر شاخه های روی صفحه به هم ارتباط پیدا کنند، ایده های شما هم در سرتان به یکدیگر مرتبط خواهند شد و افکار خلاق بیشتری در ذهنتان جرقه می زند. به علاوه این کار ساختار اصلی را خلق و پیگیری می کند. همانطور که اسکلت شما عضلات و بافت‌های جسمتان را در کنار هم نگاه می‌دارد. 5. به جای به وجود آوردن انشعاباتی با خطوط مستقیم، از خطوط منحنی استفاده کنید. چرا؟ برای اینکه نقشه ذهنی خلاقیت اگر با خطوط مستقیم رسم شده باشد، برای چشم‌ها خسته کننده است. مغز شما نسبت به خطوط منحنی که در طبیعت هم دیده می شوند بیشتر واکنش نشان می دهد. 6. در هر خط از یک کلمه استفاده کنید. چرا؟ زیرا همانطور که در تمرین تفریح مشاهده کردید، هر کلمه یا عکسی به تنهایی ایده های خلاق مربوط به خودش را ایجاد می کند. وقتی شما هر کلمه را به تنهایی به کار می‌برید، بهتر می‌تواند افکار جدید را به ذهنتان متبادر کند. عبارات یا جملات این تأثیر را کم می‌کنند. 7. از تصاویر همه جا استفاده کنید. چرا؟ به این خاطر که به خاطر آوردن تصاویر و علائم آسان‌تر است و محرک‌های جدید تداعی کننده خلاقیت های جدید هستند. شما اکنون دانش استفاده از قوی ترین ابزار شناخته شده تفکر خلاق بشر یعنی نقشه ذهن را در اختیار دارید. مایکل میکالکو در پرفروش ترین کتابش خلاقیت عالی نقشه ذهن را تحت عنوان به کارگیری دو سوی مغز در تفکر طولی شرح داده است. او بسیاری از مزایای استفاده از نقشه ذهن را عنوان کرده است که این موارد عبارتند از وادار کردن تمام مغز به فعالیت، از بین بردن آشفتگی های ذهنی، تمرکز روی موضوع، فراهم کردن امکانات سازماندهی مفصل موضوع، نشان دادن ارتباط میان اجزای جدا شده اطلاعات، ارائه تصویر واضحی از کل و جزء موضوع، بازنمایی آنچه که درباره موضوعتان می‌دانید به شکل یک تصویر که به شما اجازه می دهد خلأهای موجود در اطلاعاتتان را
شناسایی کنید. فراهم کردن امکان دستبندی و سازماندهی مجدد مفاهیم و یافتن شباهت‌های تأکید کننده. زنده نگاه داشتن تفکر فعال شما و نزدیکتر و نزدیک کردن شما به جواب نهایی برای حل یک مشکل. با داشتن شما به تمرکز روی مطالبی که در به دست آوردن اطلاعات برای بکارگیری حافظه بلند مدت به جای حافظه کوتاه مدت مفید است. حرکت در جهات مختلف و ایده گرفتن از هر سو.